از زمان شروع جنگ اسرائیل و حماس در غزه شبه نظامیان حوثی تنها گروه نیابتی جمهوری اسلامی هستند که فعالیت‌هاشون رو بیشتر کردند. به گزارش وال استریت ژورنال این گروه از ابتدای جنگ دست کم به 80 کشتی در دریای سرخ حمله کرده. وال استریت به نقل از نماینده ویژه آمریکا در امور یمن نوشته در یک سال گذشته فعالیت حوثی‌ها در خارج از یمن بیشتر شده. این گروه در این مدت به نقاط مختلف خاورمیانه، شمال آفریقا و روسیه نیرو اعزام کرده و باهاشون همکاری می‌کنه. همچنین با وجود حمله‌های آمریکا، بریتانیا و اسرائیل به یمن، برخلاف گروه‌هایی مثل حزب الله و حماس، سران این گروه کشته نشدند. در همین رابطه حسان آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه با ما همراه میشن از بوستون. آقای آشور، به چشم دیدیم که چطور در این جنگ حوثی‌های یمن از یک گروه شبه نظامی کوچک نسبتاً محروم تبدیل شد به یک بازیگر کلیدی در منطقه که بیشترین هزینه‌ها رو هم تونست به غرب تحمیل بکنه. چطور می‌بینین تحرکاتش و آینده این گروه رو؟ بله، اول میخوام اینو بگم که دلیل اینکه اینها تونستن تاثیر زیادی داشته باشن موقعیت استراتژیک یمن هستش. یعنی یمن در موقع صلح همیشه فراموش میشه به خاطر اینکه یک کشور فقیر و ضعیف هستش، اما اگر اینها بخوان در واقع میتونن تاثیر بسیار زیادی بر تجارت دنیا داشته باشن به خاطر موقعیت استراتژیک در کنار دریای سرخ که در واقع ممکن هستش تا 50% کشتیرانی دنیا از اونجا عبور بکنه. و بین اینها به طور اساسی موقعیت استراتژیکی دارن که الان از اون دارن استفاده میکنن و سعی میکنن که در واقع در اون راستای کلی سیاست‌های ایران یا استراتژی ایران عمل بکنن. در آینده به نظر میاد با توجه به اینکه آمریکایی‌ها در واقع و حتی سعودی‌ها در این مقطع الان سعی میکنن که اینها رو از ایران جدا بکنن، یعنی هدف اینها در دراز مدت این هستش که به نوعی حوثی‌ها رو قبول بکنن، اما با به شرط اینکه اینها از ایران دور بشن. حالا این اتفاق نیفتاده. چرا؟ چون با خاطر اینکه حوثی‌ها اصولا میدونن که تا اینجای کار تنها حامی اینها ایران بوده و دلایلی ندارن که در واقع نظر اینها عوض بشه. در دراز مدت اگر ایران ضعیف بشه، حوثی‌ها احتمالاً باقی خواهند بود و تنها راه برای بقای اینها احتمالاً نزدیکی بیشتر با آمریکا و عربستان سعودی خواهد بود، به نوعی که بتونن در کنار اینها زندگی بکنن. اما چقدر برای ایران حوثی‌ها مهم خواهند شد؟ چقدر حمایتش رو گسترده‌تر می‌کنه با توجه به اینکه خب گروه‌های نیابتی دیگرش یکیشون بسیار تضعیف شده، دیگری همچنان مشغول جنگ با اسرائیل به صورت مستقیم، بقیه تضعیف شدن، فکر می‌کنین حوثی‌ها براشون کلیدی‌تر بشن؟ بله، بالطبع به خاطر اینکه همونطور که اشاره کردید در لبنان الان وضعیت برای ایران خوب نیستش، در سوریه به نظر نمیاد که کار دیگه‌ای بتونن انجام بدن، به نوعی بشار الاسد هم به وضعیت کنونی قانع هستش، در عراق با توجه به اینکه نخست وزیر کنونی عراق نزدیک به میلیشیاها هستش، با اینها به توافق رسیده که با آمریکا حمله مستقیم نکنن میلیشیاهای آمریکایی و در واقع بیان تلاش بکنن که آمریکایی‌ها رو ظرف چند سال آینده قانع کنن که از عراق خارج بشن. برای این فعالیت ها ضد آمریکا و حتی ضد اسرائیل در عراق، سوریه و لبنان برای ایران کم میشه و بالطبع کسانی که در ایران مسئول هستن، خاصتا در سپاه پاسداران و بیت رهبری، اینها توجهشون رو به جای دیگه تغییر خواهند داد و تنها جای باقی مونده که برای اینها بسیار مهم هستش یمن هستش. اما طور گفتم یمن موقعیت استراتژیکی داره که مهم در این مقطع حداقل مهمتر از عراق و سوریه برای ایران هستش و احتمال زیاد ایران سرمایه گذاری بیشتری در اونجا در آینده خواهد کرد. حسان آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون، سپاسگزارم از شما.